بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن در چادرهای مسافرتی و خودروها، یک گروه پژوهشی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رو به یک ایده جدید رسوند. این که چطور میشه گرمای تابستون رو برای زمستون ذخیره کرد. ایده‌ای که به ساخته شدن گرما بانک منتهی شد. سه تا از بچه‌های تخصصی، تیم تخصصی جمع شدیم، روی این موضوع کار کردیم حدود یک سال و نیم و حدود 50 میلیون هزینه اولیه‌مون شد تا اینکه بتونیم طرحو الان بعد از یک سال و نیم تجاری سازیش بکنیم. گرما بانک گرمای تولید شده از منابع انرژی رو در خودش ذخیره می‌کنه و در هر جایی به راحتی حرارت ذخیره شده رو آزاد می‌کنه. ما از یه سری مواد آلومینیوم سیلیکات استفاده کردیم. اینا دارای نانو حفره خیلی زیادی هستن. یعنی با 10 گرم از این پوش‌ها ما می‌تونیم یه زمین فوتبال رو در واقع پوشش بدیم. کاری که اینا می‌کنن، اینا ما می‌تونیم گرما رو تو این حفراتشون ذخیره کنیم برای مدت طولانی. و چون گرما تو ساختار مولکولی اینا ذخیره میشه، قابلیت این رو داره که بدون نیاز به عایق بتونه این گرما رو نگه داره برای مدت طولانی. گرما بانک در دفعات متعدد شارژ و دشارژ میشه و آزاد شدن انرژیش هم قابل کنترله. این یه نمونه آزمایشگاهی از گرما بانک هستش که ما در واقع برای کالیبراسیون گرما بانک های اصلیمون و شارژ و دشارژ کردنشون ازش استفاده میکنیم. نمونه های اصلی ما که انشاءالله روانه بازار خواهد شد 1/5 سایز این رو داره. گرما بانک به عنوان یک ایده جدید علاوه بر حفظ محیط زیست در تولید ثروت و اشتغال زایی هم مؤثره. به جای وسایل گرمایشی غیر مجاز، گرما بانک از پاییز امسال گرما بخش چادرهای مسافر